انگلیس یکی از کشورهایی است که به شدت از اسلام حراسی رنج میبرد این در حالی است که تنها حزب کارگر در این کشور با اسلام حراسی برخوردهایی نمود و اکنون در مقابل آن ساکت است و این موضوع باعث شده تا محبوبیت این حزب در میان مسلمانان به شدت کاهش یابد گزارش همکارم علی اکبری رو با هم میبینیم یک نظرسنجی جدید نشان داد که رشد اسلام حراسی در انگلیس باعث شده تا حمایت اقلیت مسلمان در انگلیس از حزب کارگر به شدت کاهش یابد. نظرسنجی سازمان سرشماری مسلمانان که به نظارت و رصد جامعه مسلمان در انگلیس می پردازد نشان می دهد. حمایت مسلمانان به دلیل رخدادهای اخیر علیه اسلام نسبت به حزب کارگر به شدت کاهش یافته است. این نظرسنجی که بین 23 تا 26 ژانویه به صورت آنلاین انجام شد نظرات 1042 مسلمان ساکن انگلیس درباره حزب کارگر را جمع آوری کرده که در صورت برگزاری انتخاب به کدام حزب رای خواهند داد این مسلمانان همچنین دیدگاه را درباره نحوه برخورد دولت و مخالفان با اسلام حراسی عنوان کردند بر اساس این نظر سنجی آرای حزب کارگر کاهش چشمگیری داشته است و تنها 38 درصد نظر موافق داشتند که 40 درصد نسبت به نتایج سال 2019 میلادی کاهش داشته است. از آنجایی که محافظ کاران تنها دو درصد از آرای مسلمانان را به خود اختصاص دادند، حزب کارگر در مقایسه با انتخابات قبلی در خطر از دست دادن بیش از نیمی از آرای مسلمانان است. حزب کارگر مدتی طولانی حزب مورد علاقه بیشتر رای دهندگان مسلمان بوده است. پاسخ دهندگان معتقدند که حزب کارگر چشمان خود را به روی افزایش اسلام حراسی در داخل حزب بسته است. بسیاری از آنها احساس می کنن که حزب کارگر آنها را ناامید کرده است. کاهش محبوبیت این حزب آنجایی به اوج خود رسید که نصرت غنی نماینده مسلمانان پارلمان انگلیس فاش کرد که از وزارت حمل و نقل این کشور به دلیل مسلمان بودن بر کنار شده است نصرت گفته اسلام او به عنوان یک موضوع در نشستی در مقر دولت مطرح شد حال باید دید دولت مردان و سیاستمداران انگلیسی این بار با چه ترفندی میخواهند مردمی را که از آنها ناامید شدند پای صندوق های رای بیاورند.